یک زن 4 تا مرد رو به جهنم میبره، یک زن. پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث میفرمایند روز قیامت بر سر در بهشت 8 در داره، بر سر در هر دری نوشته من بر 3 نفر حرامم. خدا اون روز نیاره که من و تو بریم در بهشت، تک تک در بهشت رو بزنیم، همه جلو ما میرن بلا فاصله تو سینمان بزنن من بر تو حرامم، تو هم بر من حرامی، جای تو جهنمه، داخل من بر تو حرامه. اون سرفر کیان؟ یک دائم الخمر، کسی که 24 ساعت داره خمر می نوشه، این بهشت برش حرامه. دو، کسی که به پدر و مادرش بی احترامی می کنه که مرا آدم می لحظه. حالا شاید شما دائم الخمر بیستی، الحمدلله، یا خیلی ها نیستن، خدا را شکر یک بارم لب به شراب نزدید، دهنتون مبارکه، همش اسم خدا و یاد خدا و ذکر خدا آلوده نشده. ولی دومی خیلی خطرناکه و همه ما لغزیدیم، کسی که به پدر و مادرش بی احترامی کرده. یکی از دوستان معلم من بوده، 20 سال پیش معلم من بوده، عزیزان من، دوره راهنمایی. این تعریف میگرد، میگفت آقای صالحی بهش میگن، میگه شب صدای در آمد در خونه، ساعت 11 شبه. گفتم این وقت شب کیه؟ حالا که رفتم یه پیرمرد سرسفی دیدم در ایستاده، همجور داره گریه میکنه، تا منو دید انداخت تو آغوشم. گفتم پدرم چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت که پسرم تهدیدم کرده، اگر ساعت 11-12 شب آمدم خونه، تو خونه دیدمت، وای بر حوالت، کتک مفصلی بهت میزنم. به پدرش گفته اگر تو خونه دیدمت کتک مفصل از دست من میخورید. حالا سر ساعت 11 میترسم برم خونه، پسرم چه شلاق آماده کرده که کتکم بزنه. مادری میرفتم پیشش، مسنه، 70-80 سالشه، رفتم پلوش، تا رفتم پلوش گریه کرد. گفتم چی کار داری مادرم، سفارش کردی؟ گفت که پسرم به من میگه کی سقط میشی، میمیری، خفه میشی، ای پیر زن تا از دست راحت بشم. مادری بوده که زن پسرش به پسرش گفته یا من تو این خونه یا مادرت. مرده هم به زنش گفته تو باشی، مادرم این پیر زنه خرف، بخاطر تو، بخاطر تو بیام مادرم تو نگه، تو خونه نگه بدارم، مادرم بره بیرون، تو باشی. آه مادر. در مدینه شخصی مادرشو کول کرده بود، رو کتفش آورده بود مسجد النبی نماز بخونه. بعد از نماز مادرشو رو کتفش گذاشت، رفت پیش پیغمبر، همجور بیدار بود که ما بادا رو شکم بخوابه، به تو فشار بیارم. گشت نمیشد، تش نمیشد، نمیتونست رو به زمین بذاره، همجور تو شکمش میچرخید. حالا آمدی یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی به دنیا آمدی 2 سال از شیرش مکیدی، لباس کثیفت شسته بدونی که در بینیش بگیره، حالا یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی مادر و پدر به سن بالا میرسن، دلشون نازکتر میشن، کمبود بیشتر احساس میکنن، بیشتر نیاز به رعایت دارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند، علما میفرمایند، دعای پدر و مادر در حق اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. این قصه رو گوش بده. در خود مدینه جوونی عجلش رسیده بود، هر کاری میکردن سکرات مرگ بهش فشار میامد، چشمش اینطور سرخ میشد، جانش بالا نمیامد، روحش در نمیامد. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید که مادرش نفرینش کرده، مادرش رو طلبید. گفت مادر این پسر توی؟ گفت بله. گفت حلالش بکن، ببخشش آخر عمری تا روحش در بیاد، تا زجر نکشه. گفت نمیتونم حلالش بکنم، اونقدر به من بی احترامی کرده که حدی نداره، اصلا از دلم در نمیاد. گفت خواهش میکنم، من از تو خواهش میکنم حلالش بکن. گفت نه، نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم باش صحبت نکرد، با پیرزن دستور داد هیزم بیارید. هیزم آوردن، گفتن آتش بزنید، آتش زدن. پیرزن الان مات شده بود، آتش برای چی؟ هیزم برای چی؟ بعد دستور داد که، حالا نگاه میکنه پیرزن، مادر نه،
دستور داد این جوان رو بلند بکنید بندازید تو این آتش. صحابه دویدن به طرف جوان که بلندش بکنن تو آتش بذارن. پیرزن گفت چیکار میخوای بکنی؟ اول سکوت بود، آتش زدن، هیزم آوردن، بلند کردن پسرش، جلوش تو آتش. چیکار میخوای بکنید ای رسول خدا؟ گفت تو حلالش نکردی، نبخشیدش. اگر تو حلالش نکنی روز قیامت آب بره تو جهنم بسوزه. من میخوام بلندش بکنم تو آتش بندازمش. همین کار ملائکه میکنن تو روز قیامت. اینجا بود که مادر یه پارچ خودش فراموش کرد، محبت مادری گل کرد، دوید همینجور بچهش تو آغوش گرفت و نوازش کرد و حلالش کرد. عاطفه مادر چقدره، گذشت مادر چقدره، محبت مادر چقدره، شفقت مادر چقدره. پسرش تو آغوش گرفت، سر و صورت و پیشانیش همه بوسه زد و حلالش کرد. تا حلالش کرد روح پسرش هم بالا آمد. چند بار به مادرت گفتی ای پیرزن؟ دختره حالا دیپلم گرفته، دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته مثل یک نوکر کنیز به مادرش میگه خوراک درست کن، خوراک بیا، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت انتل دل امت و ربتها، این که بیبی کنیز بیاد بیبیشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب کنیز چطوری بیبی به دنیا میاره؟ گفت در آخر زمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شده داره میبینی پسرها هم تورن. یه جوونی آمد در مدینه شکایت باباش بکنه، گفت بابام پولم برداشته، پولم بهم نمیده، حقم خورده. رسول الله عصبانی شد، گفت انت و مالک لبیک، اذهب، دیگه از این حرفا نزن، تو و مالت مال باباته. وقتی به دنیا آمدی یه ساعت هم سر مشت نبود، یه لباس هم پاد نبود، نداشتی. حالا آمدی شکایت بابات کردی که مالم خورده، تو چه کاره هستی اصلا؟ روی سردر بهش نوشته من بر سه نفر حرامم: یک، دائم الخمر، دو، کسی که به پدر و مادرش بی احترامی بکنه، سه، دیوس. اون دوتا فهمیدن، صحابه سوال کردن، دائم الخمر میشناسین، حقوق والدین هم میشناسین، میدونین چیه؟ دیوس چه کسیه؟ گفت دیوس کسی که نسبت به ناموسش بیتفاوته. یه روزی در آخر زمان دیاست و دیوسی و بیغیرتی به مردان امت من سرایت میکنه. اینها بدونن که بوی بهش نمیشنون و رو سردر بهش نوشته دیوس بر من حرام برده من نمیشه. کسی که راضی میشه زنش آرایش بکنه هفت قلم سرخ و سفید، افراد کلون، لباس نازک، کفشش، پاشنه کفشش یه متر، کروب کروب تو این خیابون بوی آتکلونش از کجا داره میاد؟ آقام این خیالش نیست، جرعت هم نمی کنه. زنش از جلو چشمش رد میشه، جرعت نمی کنه بگه زن کجا میری. یه دوستی یه وقت به من گفت که یه زنی همطور خیلی شالطان بوده، به شوهرش میگه پول بده. شوهرش قدش خیلی کوتاه بوده، ضعیف بوده، زنش خیلی بوده. زنش به شوهرش میگه پول بده، میگه پول نیست، کاری میخواد بگی پول نیست، میگه پول نمیده، نه بلندش میکنم بذار تو تاقشه، یا پول بده یا پایینه نمیارم. آخرم با یه برادر افغانی فرار کرد، هنوزم پیدا نشده. شب سه تا افغانی پدر شوهرش رو کشتن، من خودم رفتم سر همین میت. از مدینه آمده بودم، بعد از سه سال گفتن یه میت واقع شده. سه تا افغانی بودن، شب اونقدر این پدر شوهرش رو کتککاری کرده بودن و جنساشو برداشته بودن، تو خونه خوابیده بوده، مستاجرش بودن، نه با زنش چه توافق میکنن، بچه فرار میکنن، یه گونه آردی به این بزرگی تو گلوش تو این دهانش جا داده بودن، بعد دهانشو بسته بودن، کتککاری دستش از پشت فوت کرده بود دیگه. پزشک قانون آمده بود، ما هم رسیدیم همجا رفتیم نگاه کردیم. زنش هم هنوز رفته، الان نزدیک چند ساله؟ چیز حدود 17 ساله همون زن. مردانگی تو چیه؟ خیلی عجیبه، گاه وقتی میگیم بابا عروسی اسلامی بکنیم، با جوان که غرور داره، همه جوان عروسی غیر اسلامی کردن، ساز و دهل و مقاول و نمیدونم فلان و چه این چیزا آوردن، مطرب آوردن، با جوان صحبت میکنی، دختر و پسر چارش میکنی، نصیحتش میکنی، میگی چشم جناب شیخ، باشه حالا که تو خواهش میکنی چشم عروسی اسلامی میکنم، همه راضیان. یه وقت میبینه نه، حالا برنامه فردا شبه، یک دفعه تلفن میاد، نه برنامه به هم خورده شیخ،
تو تا دیشب میگفتی برنامه درسته، قانع شدی؟ گفت نه، مادر بزرگم قبول نکرده. هر کاری کردیم سرش بیر نمیاد. مادر بزرگم نذر کرده که من عروسی تو بشه من دستمال بازی بکنم. نذر گرفتم که ساز بیارم، دهل بیارم، من دستمال بازی بکنم. 80 سالشه. تعجب میکنی؟ نذر روزه شنیده بودید، نذر نماز، نذر نمیدونم صدقه، نذر نمیدونم حالا نذر رقصیدن هم بشنوید. نذر رقصیدن هست؟ خیلی عجیبه. اونم چه کسی؟ پیرزن 80 ساله. هنوز دنی تو دل داری؟ دستمال بازی بکنی؟ این کاری ما مبتلا شدیم نه؟ هرچی میگیم به بابا، به مردم میگیم بابا شما مردی، میگه زور زن نمیشه. خیلی عجیبه. خیلی راحت ما چاره زنه همون نکنیم. خیلی عجیبه. چاره زنه نمی کنی؟ پس تو چه کاره هستی؟ ای داد ویداد.